به نام خدا. برای ثبت نام اول وارد سایت رفیعی.نت میشید. صفحه که لود شد، اگر برای بار اولتون هست روی گزینه رجیستر کلیک میکنید. صفحه‌ای براتون باز میشه که اینجا باید شماره دانشجوییتون رو بزنید. حتما باید شماره دانشجویی باشه. مثلا من شماره دانشجویی خودم رو میزنم. اسمتون، فارسی انگلیسیش فرق نمیکنه. بعد باید ایمیل رو بزنید. ایمیلتون رو باید وارد کنید. ایمیلتون رو به صورت ایمیل واقعی بدید، برای اینکه اگر یوزرنیمتون یا پسوردتون رو گم کرده باشین، فقط از طریق ایمیل میتونید بازیابیش بکنید. حالا ایمیل، مثلا ایمیلتون باید اینجا وارد بشه. پسوردتون باید حتما شامل حرف بزرگ، حرف کوچیک، کاراکتر و عدد باشه. همه این چهار حالت باید داشته باشه: حرف بزرگ، حرف کوچیک، عدد و کاراکتر. اینجا تو این توضیحات نوشتم، مثالش رو هم زدم. حرف بزرگ مثل ای کپیتال، حرف کوچیک مثل ای کوچیک، عدد مثل 5 و کاراکتر حالا هر چیز مثل 8 یا هر چیز. دوباره پسورد رو تکرار میکنید. اینجا باید درستون رو انتخاب کنید. بر فرض مثال شما درس پیکربندی دارید، شبکه مخابراتی، یا درس بهره برداری دارید، یا درس مخابرات سیار دارید، یا کارگاه مخابرات سیار دارید. هر درسی رو که دارید انتخابتون رو انجام میدید و بعد رجیستر. اگر درسی رو ندارید الکی انتخاب نکنید، چون بهتون اطلاعات الکی نشون میده. رجیستر رو میزنید، منتظر میشین تا رجیستر انجام بشه. وقتی رجیستر شما انجام شد، وارد یه همچین صفحه میکنه شما رو که درسایی که انتخاب کردین رو براتون زده. درسایی که من انتخاب کردم بهره برداری بوده، مخابرات سیار و پیکربندی درسایی که انتخاب کردم بوده. و اینجا حالا یه سری امکاناتی دارین، مثلا دیگه شما میتونید حضور غیابتون رو با کلیک روی این بزنید، حضور غیاب به صورت اتومات اسمتون، شماره دانشجویتون رو برای من ارسال میکنه. و پروفایلتون، اگر یادتون رفت درسی رو اضافه کنید یا کم کنید، مثلا من الان یه درسی رو میخوام کم کنم، اینجا رو ادیت پروفایل که بذارم میتونم درسی رو اگر لازمه کمش کنم. این پسوردی که میاد مال براوزر شما، اینو نمیبینید. رجیسترد کورس رو که بذارم، مثلا این درس رو ازش حذف میکنم و بعد آپدیت، یه پیغام سبز رنگ بهم میده که آپدیت انجام بشه. بله، آپدیت هم انجام شد. پسوردی خواستی عوض کنی، هر کاری خواستی بکنی، اینجا کارتون که تموم شد رو ویو پروفایل کلیک میکنید، برمیگردید. خب این واسه بخش ثبت نام تو این سایت. بعد شما باید برید توی سایت LMS. برای ورود به LMS اینجا یه گزینه گذاشتم به اسم LMS داشبورد و وقتی لاگین بکنید اینجا هم گزینش باز میشه، LMS داشبورد. روی این LMS داشبورد که کلیک میکنی، شما رو وارد یک صفحه میکنه. خدمتتون عرض کنم که چون سیستم کش میکنه، ممکنه یکی دو بار برای بار اول مجبور شید رفرش کنید، اشکال نداره. این را اگر لازم شد انجام بدید. منم الان چون اولین بار بود داشتم با این براوزر کار میکردم، مجبور شدم رفرش کنم. اینجا اسمتون، سعی کنید اسم رو فارسی بزنید، فامیلیتون، ایمیلتون، حتما ایمیل رو درست بزنید. فقط یه چیز رو دقت کنید، ایمیل بعضی اوقات ازتون ایمیلتون میخواد کانفرم بشه. حتما بچه‌ها که ثبت نام کردن هنوز ایمیلشون تغییر نکرده، چون ایمیل روی لینک کانفرم تایید کلیک نکردن، بعد ایمیلتون روی لینک میاد، رو لینک کلیک بکنید. و اینجا دیگه تنظیماتی که خودتون دوست دارین انجام بدین، دوست دارین بقیه ایمیلتون رو ببینن نبینن، هر چی از کشورتون که ایران رو انتخاب میکنید و شهرتون اگه دوست داشتین بنویسین. توضیحاتی چیزی اگر دارین بنویسین، عکسی اگر خواستین بذارین، دیگه این چیزهای خودتونه. مهمترین نکته این ستا قرمزه هست: اسم، فامیل و ایمیلتون. این ستا خیلی مهمه و به روزرسانی مشخصه. این فقط بار اول ازتون میخواد. به روزرسانی که انجام شد، وارد همچین صفحه میشین.
روی قسمت خانه یا درس های من این بالا که کلیک میکنید یه سری درس ها رو بهتون نشون میده. خب یه سری درس های شما دارید. خب توی سایت قبلی، توی قسمت قبلی درس هایی که ثبت نام کرده بودیم، کد ثبت نام رو من بهتون داده بودم. اینجا اگر من برگردم به سایت قبلی، یعنی همون سایتی که ثبت نام رو توش شروع کردم، rafi.net رو که بزنید سایت رو براتون باز میکنه. سایت رو که براتون باز کرد، روی قسمت پروفایل، این قسمت ریزالت که کلیک بکنید، یا حالا پروفایل یا ریزالت به هرچی نشون داد، روی این قسمت که کلیک میکنید، اینجا درسایی رو که انتخاب کردین کدش رو دارین. الان مثلا من میخوام در درس مخابرات سیار و ثابت ثبت نام کنم، این کدش رو راست کلیک میکنم، کپی میکنم، این کد رو کپی میکنم، بعد میام توی این سایت، اینجا پیستش میکنم و انرول رو میزنم. این کارو که انجام بدین خودش اتومات شما رو در سایت ثبت نام میکنه، ثبت نامتون انجام میشه. اینجا هم دیگه یه سری امکاناتی هست، مثل لیست حضور و غیاب که نوشتم هر 15 دقیقه یک بار به روزرسانی میشه، یک ذره باید صبر کنید تا لود کنه، بسته به سرعت اینترنتتون یه ذره طول میکشه لود کرد. لیست آنلاین هست دیگه، لیست حضور و غیابتون رو میتونید مشاهده کنید، یا لیست نمراتتون رو میتونید مشاهده کنید. اگر یه چند ثانیه باید صبر کنید تا لود بشه، بله لود شد، با توجه به شماره دانشجو توی لیستاتون اعلام میشه. ویدیوی درس‌های مخابرات سیار، ویدیوهایی که قبلا درس دادیم، دانلود اسلاید ها، با فرض مثال من اسلاید ها رو که بزنم، صفحه اسلاید ها رو برای بنده میاره که وارد صفحه میشه. اینجا میبینید چپتر 1 2 3 اسلاید ها گذاشته شده، یه فولدر دیگه هم داره که نمودارهای ایرلاند توشه و بقیه موارد. اگر این صفحه حالا به هر دلیلی باز نشد، این پایین نگاه بکنید یه پیوند جایگزین داره، پیوند جایگزین رو بزنید وارد یه صفحه دیگه میکنه، این دیگه حتما باز میشه. کتاب مخابرات سیار، اینم کانال مونه، کانال تلگرامی مونه، کانال حضور و غیاب مونه که اگر از تو گوشی مخصوصا اومده باشین روش کلیک بکنید مستقیم براتون تلگرام، اگر اینجا باشه که روش کلیک میکنید ازتون میخواد که با تلگرامتون وصل بشین. آدرس کانال همون هست. اینم که ویدیوهای ضبط شده، این بالا ویدیوهای ضبط شده رو قسمت یوتیوب و آپارات. البته همه درس ها ندارن ویدیوهای در ضبط شده رو، درس مخابرات سیار، کارگاه مخابرات سیار ویدیوهای ضبط شده دارن. اینم مستقیم کانال یوتیوبیش هست که و اینم کانال های یوتیوبشون هست که اگر روشون کلیک بکنید مستقیم وارد کانال یوتیوبشون میشه. اونجا اگر ببینیم کانال یوتیوبش هم که فیلم های ضبط شده داخلش هست، البته خب باید وی پی انتون وصل باشه. خب حالا فرض کنید شما میخواین در 2 تا درس ثبت نام کنید، این یک درس بود، یه درس دیگه هم باید ثبت نام کنید، دوباره از مثل اول همون خانه رو میزنید و الان تو درس های من که نگاه بکنید فقط یک درس مخابرات سیار اینجا هست که ثبت نام کردیم. تو خانه رو که بزنید یا همین تو درس های من که بزنید فرق نمیکنه. دوباره میاید اینجا کد اون یکی درسی که لازم دارید، کد رو کپی میکنید، کد کپی و کجا بود؟ اینجا کد رو پیست میکنید، انرول رو که بزنید ثبت نام شما در اون یکی درس هم انجام میشه که این درس بهره برداری از سیستم هاست. پس هر وقت خواستید ثبت نام کنید وارد این قسمت میشین و ثبت نام کنید. به صورت کیو آر کد هم میتونید ثبت نام کنید، ولی حالا به هر جور راحت ترین، با همین کد ثبت نام فکر میکنم راحت تر باشه. اگر سوالی بود میتونید تو کانال تلگرامیمون بپرسین، بهتون اطلاع میدم. این هم کانال یوتیوبی هست مثلا برای مخابرات سیاره که تمام جلسات اینجا هستش، میتونید از اینجا ببینید یا اینکه میتونید از خود سایت ببینید. اینجا میتونید انتخاب کنید، هم پیش در آپارات هم هست که میتونید انتخاب کنید و هر کدوم رو دوست داشتین ببینید. الان این مثلا جلسه 1 که لود میشه.